میدونم کردم. آقای روشنزاده بفرمایید. فقط این ندارم برای ایران و بیشتر به آیین میترائیز یا دیگر آیین ها توجه کردم. من خواستم ازش رو استدلال کنم بفرمایید که در کشوری مثل ایران که من خودم مسلمان زادم ولی دین ندارم برای دایی چند سال دفعه بگم و ضد جمهوری اسلامی چه جور میشه از روز رو با این دین برخورد کرد و زده میشه که خیلی به شما همه ما علاقمند هستیم و افتخار من میشه وجود همه شما عزیزان هست. میدونید درست فرمودید، من از نظر فکری چون به خردگرایی میاندیشم و به لایسیته معتقد هستم که فرهنگ آریایی که میترا و میتراگرایی اولین آیینی بوده که تمامی ادیان یهودی، مسیحی و اسلام تکه تکه های کوچکی رو از او گرفتن، میتونه مردم دارتر، مهربانتر و صلح‌آمیزتر باشه. اما هدف من این نیست که در اینان یک جنگ مذهبی راه بندازیم، همچنان که عرض کردم من با جنگ مذهبی که امروز میخوان راه بندازم بین شیعه و سنی در ایران و یهودی و مسلمان در لس آنجلس هم مخالفم، با این من مخالفم یعنی، ولی معتقدم و میدونم چون زمینه‌های فراوانی در داخل ایران وجود داره، برخورد مکتب مهر و میترایی که حتی اون زرتشتی هم نیست، یادمون نره زرتشتی هم نیست، میتونه تنها و قوی‌ترین سلاح ملت ایران باشه که در آستانه قرن 71 آریایی و قرن 21 میلادی بتونه سر بلند زندگی کنه در جهان امروز. تجربه کردیم ما دو سال تا به اکنون تقویم 17 و 18 که امسال نوزه آریایی رو منتشر کردیم. این تقویم جناب روشنزاده در ایران جمهوری اسلامی، من میگم چون رود یکی از شجاعت های ما این باید باشه، همچنان که شجاع و گستاخ هستیم که جانمان را در برابر گلو میبریم، که اگر دشمن هم ضعف هایی داره و یا کرنش هایی میکنه اعلام کنیم. این تقویم امروز در تمامی ایران تو جیبا میره و رژیم یکی دو بار برخورد کرده بعدا آزاده، یعنی نتونسته جلوشو بگیره. چون این رو نوشتی من اعلام میکنم استاد ایرج ملکپور، ایشون شخصیت علمی بزرگ ایران هستن که تمامی تقویمهایی که توی جیب ماها هست ایشون استخراج کردن. ایشون چندی پیش محبت کرده بودن برای من یک جزوه فرستاده بودن و بعد تلفنی پیام صحبتی گفتن چون تا سال 5000 یعنی همین تقویم 7000 ساله رو کامپیوتریزه کردن، چون میدونیم باید بره تو کامپیوتر که ما اگر میخواد ببینیم یک اتفاقی در 4000 سال پیش افتاده در رابطه با تقویم خودمون که 7000 ساله آریایی است کی بوده، ایشون این کارو کردن. به عنوان بزرگترین کسی که در ایران تقویم رو در میاره، یعنی وقتی تا این حد این مسئله رشد پیدا میکنه در داخل ایران که حتی بارها و بارها شما اگر در نظر داشته باشید سابقه بر این میگفتن تا صحبت میشد میگفتن ما ملتی هستیم با 3000 سال سابقه تاریخی، امروز از هر طیف سیاسی چون اسناد رو ارائه شده و بزرگانی گفتن که ما همه شاگردان آنها بودیم، همه پذیرفتن تاریخ 7000 ساله رو، تاریخ آریایی رو، تاریخ میترایی رو. من فکر میکنم که هرگز کوچکترین درگیری ما نخواهیم داشت به اون حد، جز این که استعمار تلاش خواهد کرد. چون یکی از شما ببینید بعد از کوروش آریامنش دکتر محمد آسینی کشته شد در تاجیکستان و بعد مسائل دیگه من یه بار نوشتم اعلام کردم که اگر ما از آریا و آریایی سخن میگوییم به میهن خودمون مربوط میشه، ما در اون چیزای شومینیستی وجود نداریم، ما برعکس با همه میسازیم که مسالمت آمیز زندگی بکنیم، هر کسی آزاد باشه در عقیده و اندیشه خودش. این کنگره ما می‌خواستیم این سال در تاجیکستان تشکیل بدیم که آریامنش، من و پروفسور سیف الدین محمد آسیمی رئیس آکادمی تاجیکستان برنامه‌ریزی کرده بودیم که اینا رو یکی زدن دو تاشون که نقش مهم و موثری داشت که در تاجیکستان در پاریس کشته شد. یعنی استعمار نمی‌خواد به ما تاریخ بیش از تاریخ خودش 2000 سال است، از مال تاریخ مسیحی است، مال شرقه، چون مسیح هم از شرق اومده که، یا تاریخ عزیزان کلیمی ما 5755 ولی پیش از این امروز همه معتقدن که حتی زرتشت
بیش از 5000 سال محققین جدید یعنی با کشفیات جدید شده وجود داشته. من یک توضیح کوتاه دیگه در رابطه با فرمایش آقای روشنزاده بدم و بعد به دوست دیگر بعدی میگه که میدونید تقویم و تاریخ جهان از یک مقطعی تحریف شده، هیچ کس هم طالب این نپرداخته، ولی امشب به تلاش آمدید. از هنگامی که استر با کوروش اون جریان حقوق بشر مطرح میشه، تاریخ آریایی ایرانی از بین میره بر اساس نوشته تورات. تورات میتونید بهش مراجعه بکنید، به خاطر اینکه کسانی که دشمن کلیمیا بودن قتل عام میشن، از جمله هامان نخست وزیر کوروشه. بعد از اونجا تنها سند تاریخی زندهی که میمونه توراته و تمامی تاریخ مستند به اون میشه، ولی قبل از اونم تاریخی بوده، ولی در اثر هجوم از بین رفته و بعد اون تاریخ رشد کرده. نمونه واضحش اینه که تاریخ هموطنان عزیز کلیمی ما و تمام کلیمیان جهان که امروز از 5775 یعنی تولد میدونیم که آدم، خب آدم که پیداست که اگه آدم بشری که داره به وجود داره که میلیاردها سال زندگی میکرده، ولی همون آدمی که ریشه اولیه ادیان ابراهیمی است. خب از همین آدم اگه بپرسین آقا آدم چطور شد به صحرای سینا تبعید شد، میگوین که از باغ عدن تبعید شد، از فردوس. کلمه فردوس از ایرانی به تورات هم رفته، وجود داره. خب فردوس میدونین کجا بوده؟ ایران بوده. این افسانه‌هایی که من نوشتم جزوه بسیار کوچک نمایشنامه است همینه میگه، یعنی آدم و حوا آدم یا عنصر بوده که از ایران تبعید میشه، از ایران که امروز گریشمن خود امریکایی‌ها همه معتقدن که ایران 7000 سال تاریخ داره. وقتی که دکتر کوروش آریامنش ترور شد، نکته دیگه هم شاید بدونیم، بعد از 25 سال این واشنگتن نا نیویورک تایمز بود، نیویورک تایمز یک خبری که بعد 25 سال پیش میداد اون موقع داد و بعدم خبر رو برای من فاکس کردن تو پاریس، چون یادتونه چه جنجالی را انداختیم به خاطر ترور این نازنین، که گفتن در ایران خمره هایی کشف شده که نشون میده ایران از 7000 سال پیش شرم می‌زده، یادتون همه. خب این حالا ببینید تحقیق کنید ببینید آقا خبری که نیویورک تایمز یه هفته بعد ترور آریامنش پخش کرد کی بوده؟ مالی که مال 25 سال پیش بوده، این خمره 25 سال پیش کشف شده. اینا مطمئنم باشیم که از همون 25 سال یا 10 سال پیش 5 سال پیش میدونستن که این خمره ها کشف شده، مال 7000 سال پیش نگه داشتن تا اون موقع بگن که چون یک آریایی کشته شده، یک کسی که پاسدار این فرهنگ آریایی بود کشته شده بود و این اصلا بازی است کنیم از این در موقع داریم. خب وقتی که ایران 7000 سال پیش همه دنیا معتقدن دارای فرهنگ و تمدن بوده که حتی میتونسته شراب بسازه، خمره بسازه، بعد در اون صحرای سینا پابرهنه‌های لخت و پاتی بودن، خب تاریخ ما کهنه‌تر از بوده. اینو شما به هر روشنفکر ببینید و هر کسی که ببینید میپذیره، همچنان که در داخل ایران امروز این پذیرفته شده. من اجازه میخوام یه نکته دیگه بگم، باید برام چند گفتم تا نشد خودم ندیدم، ولی میخوام به شما بگم من چندان در ایران روزنامه اطلاعات روزانه اینو بگم، دفعه دیگه دوستان کمتر خواهند ترسید از ترور شدن و کشتن و گوش کردن و خواندن کتابای ممنوعه. یکی از کتابای خطرناک که من هست قرآن سروده نسبت به فارسی، که کیهان لندن برای اولین بار حکم تکفیر این کتاب داد. جمهوری اسلامی بعداً از کیهان لندن نقل کرد تکفیر منو که جامعه سنچا بودن، و خود جمهوری اسلامی تا اون موقعی که کیهان لندن تکفیر کرد چی نگفته بود. بخش مهمی از این کتاب که نشون میده که در قرآن واژه‌های بسیاری پارسی وجود داره، که وقتی واژه پارسی وجود داره یعنی کتاب دیگه الهی نیست، یعنی ساخته بشره. این در روزنامه اطلاعات روزنامه تهران چاپ شده در چند شماره. متوجه میشید؟ خب یعنی ببینید تا این حد شما حالا این یک رندی حتما یک کسی کاری کرده، بعضی وقتا دیدید یعنی زمینه جناب روشنزاده در داخل ایران فراهمه، در داخل ایران زمینه آریایی، زمینه میهنگرایی فراهمه. این رو بایستی ما گستاخی و شجاعت اینو داشته باشیم که تقویتش بکنیم با طرحی که میتونیم بدیم. یه طرحی هست که بارها صحبت شده، من بعدا اگه اجازه بگیرم دوست استاد عزیزم گفته طرح آشتی ملی، دلم میخواد اگه میشه شد اونم میشه تاش پنج جلو صحبت بکنیم. اینه که بایستی کاری بکنیم، واسه گستاخی و شجاعت اینو داشته باشیم که تو میدین نترسیم. من مطمئنم جناب روشن زاده که همه اون مسلمونا که خیلی مذهبی هستن وقتی میفهمن ریشه های آن چه در اندیشهشان هست کهن‌تر از 1400 ساله، 1400 سال پیش پیامبر اسلام که خدماتی کرد به میهن خودش و مملکت خودش برای یک سری افراد لات و پابرهنه و گرسنه اومد که بچه خودشون رو میکشن زندگی رو میگردن، همون موقع در ایران
زن پادشاهی میکرد، بسیار بالاتر، غنیتر، بالاتر. اینا وقتی ما به مردم بگیم باش برخورد میکنن. این نمونه دیگه من شنیدین اخیراً بعد از اینکه ما اعلام کردیم خانم شهربانو فرای پهلوی و مریم رجبی ایشون میتونن برن ایران خود چه کار میکنن. میدونید که در اسلام آقای روشنزاده چون فضیلت مدرسه دارن خیلی از دوستان، زن ناقص العقل و این ناقص العقل هم در قرآن بهش تاکید شده هم در نهج البلاغه. در نهج البلاغه دقیقاً کلمه ناقص العقل رو به کار میبره و بعد ناقص العباده هم میگه، یعنی عبادتش هم کرده چون هنگام هایی هست که اون طالب خواسته دارن و غیره. تو قرآن هم که میدونیم چقدر برخورد که اصلا زن میشه کتک زد او رو به هنه، یعنی کتکشون هم میتونیم بزن هرگم. خب این تو قرآن دیگه ها. آقا در نظام جمهوری اسلامی رهبر جمهوری اسلامی سه هفته پیش زن ها رفت بودن دیدنش، گفت اینی که میگن زن ها ناقص العقل مزخرفه، زن ناقص العقل نیست و در خیلی از مراحل زن عقلش از مردم بالاتره. خب این در علیه همون خود قرآنش حرف میزنه، برای علیه محجورهش زمینه، یعنی از چی وجود داره. همچنان که دیدیم گفتن زن میتونه قاضی بشه. اگر ماها در خارج از کشور گستاخی و شجاعتی نداشتیم که بیایم بکشیم زیر علامت سوال خود قرآن رو بگیم سروده به سبک پارسی است و خیلی مسائل دیگه، اونم میگفت. چون میدونید که ملاها یکی از شگردهاشون همیشه اینه که ملا دنبال عوام راه میفته، مثل روشنفکر نیست که جلو بره بخواد بغیر با خودش بره. ملا همیشه دنبال روشن دنبال مردم میره. آیت الله ها میدونن که همشون تا قبل از اینکه آیت الله بشن انقلابی ضد آخوند همین خویی گرفته، تا خمینی تا همه اینا. مو اول که تو ایران نشریمون در میومد اوایل انقلاب، اون بالا همیشه تیتری از خمینی میوشتیم چون پشت و بیداد با آخوندها. تو تاریخ زیاد بود که پشت و بیداد با آخوندها روحانیت از خودش میگرفتیم به خودش میدادیم، ولی یهو تا رهبر شد قضیه فرق کرد. تا آیت الله میشه طرف قضیه فرق کرد. همین آقای خویی که فوت کرده چند ساله، ایشون خیلی چیزا رو نفی کرده در تاریخ اسلام، خیلی چیزا رو نفی کرده، ولی تا رهبر میشه دیگه دنبال عوام میره. چون عوام خیلی عضو میخوام، اونا میگن عوام خره، اینم باید همونطور خیلی عضو میخوام، خیلی عضو میخوام سوار مردم بشن و همون این حرفی بزنه که مردم کوشش بده. اگر ما تو گستاخی و شجاعتی داشتش بیا چون تو مایه بزدی و اینکه حرفای تو تاریخ بزنه. خود تو خود قرآن آیه قرآن میگه که آقا به محمد میگن که یک اعجمی، یعنی یک ایرانی اینا رو یاد داده. بعد ما میگیم واژه اعجمی هم که توش هست یعنی ایرانی رو در میاریم، میگیم آقا اینم این همه واژه ایرانی توشه و و و. خب اینا نمیتونن در برابر این میخوان چی بیان بگن. اگر یه نویسنده در انگلیس اومده یک کتابی نوشته با حالت نمایشنامه نمیدونم یا فیلمنامه توهین‌آمیز بود، قضیهش فرق میکنه. با این کار تحقیقی شما میکنی، رفرنس هم پایینش میاری، نمیتونن با این برخورد بکنن. بعدم تازه رفرنس از خود علمای تاریخی است. علمای اسلامی تاریخ تو تاریخ وجود داشته، ما نقد کردیم. من معتقدم که اگر دست به دست هم بدیم، یک همبستگی ملی بیافرینیم، گستاخی و شجاعت این داشته باشیم که بیایم توی میدون، میتونیم ورقه تاریخ رو عوض بکنیم. همیشه هم ایرانی این کار رو کردن در طول تاریخ، ایرانی ها این کار رو کردن. این بار هم امیدوارم یک همبستگی ملی این کار شدن است. شما ما رو ترسیم دید قربان دیگه، باید از فردا صبح بریم قایم بشیم از این ترور سیاسی. ولی سوال من اینه که شما فکر نمی کنید که منسجم نشدن ما و این همه تبلیغاتی که از کنم که مشروط خواهان می کنن، این هم یه ترور سیاسیه که نمیذارم که ما با هم یک پارچه بشیم و پیوسته بشیم؟ این سوال اول. سوال دوم، آیا شما فکر میکنید که اپوزیسیون رو که در خارج از کشورن و هر دونه تونستن همه قانع بکنن و روز به روز اتهامات بیشتری به هم دیگه برای جاه و مقام و نام و نشان و این حرفا به هم وارد میکنن، آیا اگر امروز وضع ایران برگرده مجاهدین وارد ایران بشن، 100%